در میان کوههای وسیع و در هم پیچیده و از ارتفاعات تا مناطق کوهپایه‌ای و حاشیه دشت‌ها، از شمال شرق ایران تا جنوب غرب و از شمال غرب تا جنوب شرق ایران، در میان علفزارهای گسترده و یا مراتع خشک و کم حاصل، یکی از مهمترین سمداران ایران زندگی می کند. سمداری با تنوع ظاهری بالا که ارتباط آن با انسان قدمتی بسیار دیرینه دارد. جانوری درشت جسه، قوی، بسیار زیبا و از اجداد گوسفندان اهلی و بهترین قهرمان دوی استقامت به نام گوسفند وحشی. این جانوران در تمام ایران با عناوین مختلف نامیده می شوند. عده ای اوریال، عده ای ارمنی، عده ای البرز مرکزی و حتی کرمانی، اصفهانی، شیرازی، لارستانی یا حتی افغانی و عراقی نامیده می شوند. همه آنها نه تنها از نظر ظاهری بلکه از نظر ژنتیکی نیز با یکدیگر متفاوت هستند. اما جدیدترین مطالعات منتشر شده نشان می‌دهد که در ایران تنها دو گونه گوسفند وحشی اصیل و خالص داریم. نخست، گوسفند وحشی اوریال. آنها یکی از خالص‌ترین گوسفندان وحشی ایران به شمار می‌روند. این جانوران علاوه بر ایران در کشورهای افغانستان و ترکمنستان نیز یافت می‌شوند. گوسفندان وحشی در موقع خطر صدای فیش مانندی را از خود سر می دهند و با سرعت زیاد در تپه ماهورها به فرار می پردازند. این جانوران ذاتاً دوندگان بسیار سریع هستند که از حس بویایی بسیار قوی هم برخوردارند. این دو وسیله بزرگترین عامل دفاعی در حفظ بقای آنها در برابر دشمنان طبیعیشان است. هرچند اگرچه آنها برای در امان ماندن از دست دشمنان خود مناطق کوهستانی و ارتفاعات را برمی‌گزینند، ولی نباید فراموش کرد که این جانوران اصولاً از گذرگاه‌های صخره‌ای و پرتگاه‌های ژرف دوری می‌کنند و در صورت وجود امنیت ترجیح می‌دهند غالب زمان خود را در تپه ماهورهای نرم و کم ارتفاع سپری کنند. گوسفندان وحشی معمولاً در میان دو زیستگاه تابستانه و زمستانه در رفت و آمدند. این موضوع در واقع بیان کننده مهاجرت‌های افقی در میان این جانوران است. مهاجرتی که گاه بیش از 160 کیلومتر به درازا می کشد. گوسفندان وحشی به گونه‌ای می‌خوابند که بتوانند تمام فضای اطراف خود را مشاهده کنند. یعنی روبروی هم می‌خوابند تا بتوانند به طور همزمان فضای اطراف خود را مشاهده کنند و به این ترتیب متوجه نزدیک شدن شکارچیان شوند.
این یکی از مهمترین فواید زندگی در قالب گله است. در مهر ماه و قبل از جفتگیری، قوچ‌های بالغ و ماده‌ها به هم می‌پیوندند و به هنگام نزدیک شدن زمان جفتگیری، سلسله مراتب اجتماعی برقرار می‌شود. در این مواقع، گاهی نبردهایی دیدنی بین آنها شکل می‌گیرد. در این زمان قوچ‌های بزرگتر بر افراد کوچکتر و جوان گله حکم می‌کنند. آنها از نزدیک شدن قوچ‌های جوان به میش‌ها جلوگیری می‌کنند. گاهی با یک شست تهدید کننده و گاهی با برخوردی سخت. به هر حال تنها قوچ‌های بزرگ و قدرتمند هستند که در این دوره از سال حکمرانی می‌کنند. قوچ‌های بالغ معمولاً قلمرو ندارند. آنها با حرکات خود به میش‌های فحل ابراز تمایل می‌کنند. مثلاً به دنبال آنها می‌دوند و در یک لحظه جفتگیری می‌کنند. البته اگر نرهای دیگر فرصت دهند. میش‌ها نیز ترجیح می‌دهند با قوچی که شاخ بزرگتر و جثه قوی‌تری دارد جفت بخورند. قوچ‌ها برای تشخیص آمادگی حیوان ماده نزدیک دم ماده را بو می‌کنند. اگر میش فحل باشد، یک نر قدرتمند که از جفتگیری سایر قوچ‌ها با آن میش جلوگیری کرده است، با آن میش جفتگیری می‌کند. در ارتفاعات و تپه ماهورهای شمال غرب و غرب ایران، دسته دیگر از گوسفندان وحشی زندگی می کنند که به ارمنی شهرت دارند. این جانوران نیز جز خالص‌ترین نژاد گوسفندان وحشی ایران به شمار می آیند. این گوسفندان با صرف نظر از مناطق زیستشان از لحاظ جثه، وزن، رنگ، طول و فرم شاخ هم به طور کلی با قوچ‌های اوریال متفاوت هستند. مقطع شاخ این جانوران برخلاف هم قطاران اوریال که مثلثی شکل بوده بیضوی است و شاخ‌ها غالباً کوچکترند و به طرف پشت گردن امتداد می‌یابند. در برخی از افراد مقداری از موهای پهلو در زمستان کم رنگ تر یا اصولاً سفید می شوند که به آن لکه زینی گفته می شود و به همین دلیل به این نوع قوچ ها اصطلاحاً آلا کمر می گویند. ریش در این جانوران آنچنان که در قوچ های اوریال دیده می شود وجود ندارد، ولی روی سینه و زیر گلوی آنها را موهای کوتاه خاکستری مایل به سیاه پوشانده است.
محل زیست آنها به علت شرایط آب و هوایی و کوههای کم ارتفاع و مراتع غنی متاسفانه یکی از مراکز مهم عراق و قشلاق عشایر مختلف است. بنابراین برخلاف گوسفندان وحشی اوریال دارای سیکل مهاجرتی طولانی تری هستند و بر اثر شکار بی‌رویه و رقابت بالا در چرا با دام‌های اهلی در شرایط بسیار نامسلوبی به سر می‌برند. دو جمعیت گوسفند وحشی که در شمال شرق و شمال غربی ایران وجود دارند در قسمت‌هایی از رشته کوه البرز به یکدیگر می‌رسند و گوسفندهای وحشی هیبرید البرز مرکزی را به وجود می‌آورند. این جانوران در واقع ترکیبی از دو نژاد یاد شده هستند. آنها خصوصیاتی را از هر دو دسته به ارث بردند. شاخ قوچ ها تقریباً چیزی حد واسط شاخ قوچ های اوریال و ارمنی است. برخی از آنها دارای لکه زینی هستند، برخی ریش دارند، و خصوصیات دیگری که هر کدام را از یکی از این دو دسته به ارث بردند. زمانی وجود ارتفاعات بلند و جنگل‌های متراکم نواحی شمالی رشته کوه البرز موجب جدایی قوچ‌های اوریال و ارمنی شده بود. به مرور زمان هرچه از میزان رطوبت و نزولات آسمانی منطقه کاسته شد، جنگل‌های انبوه بیشتری از بین رفت و در نتیجه موانعی که دو جمعیت مورد نظر را از هم جدا می‌کرد از میان برداشته شد و به این ترتیب این دو نوع قوچ و میش با هم درآمیخته و اختلاط آنها نژاد جدید را به وجود آورد. در نواحی جنوبی زاگرس نیز احتمالاً وضع به همین منوال بوده است. نواحی مرتفع و جنگل‌های متراکم موجب شده که قوچ‌های ساکن نواحی غربی زاگرس به طور مجزا تکامل پیدا کنند و به این دلیل فرم و ترکیب شاخ‌های آنها متفاوت شده باشد. اما موقعی که شرایط جوی و میزان نزولات آسمانی تغییر کرد و موانع جنگلی که این دو جمعیت را از هم جدا می کرد از بین رفت، بار دیگر امکان اختلاط و جفتگیری آنها فراهم شد. اما از آنجا که قوچ‌های ارمنی و اصفهانی بیش از قوچ‌های نوع ارمنی و اوریال با هم شباهت دارند، نمی‌توان با قاطعیت گفت که پیوند و جفت‌گیری این دو نوع در کدام منطقه از جنوب زاگرس صورت گرفته است. وجوه تشابه قوچ و میش اصفهان، ارمنی و البرز مرکزی و قوچ و میش‌های شمال و مرکزی استان فارس بسیار زیاد است. شاخ‌ها بعد از رشد به طرف گردن متمایل می‌شوند و همانطور که گاه‌گاه در قوچ البرز مرکزی نیز مشاهده شده است، بر اثر رشد زیاد مستقیماً به داخل گردن فرو رفته و موجبات زخم و جراحت شدید و حتی مرگ حیوان را فراهم می‌سازد. زیستگاه‌های قوچ و میش اصفهان به دلیل همجواری با مناطق خشک کبیر مرکزی ایران فاقد نقاط جنگلی و استپی بارانخیز است و بیشتر شبیه تپه ماهورها و ارتفاعات نشندان بلند با پوشش صحرایی یا استپی متمایل به نیمه صحرایی است.
اگر نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از حدود بندر گناوه تا بندر جاسک را به عنوان یک خط فرضی در نظر بگیریم و از این دو خط حدود 250 تا 300 کیلومتر به سمت شمال حرکت کنیم، در سراسر این مناطق که محدوده ای از ارتفاعات و تپه ماهورهای نسبتاً کم ارتفاع را شامل می شوند، به نوعی قوچ و میش برمی خوریم که کوچکترین نژاد گوسفند وحشی دنیا به شمار می آید. پیچش شاخها در این قوچ مانند اوریال که در شمال شرق ایران زندگی می کند، به پایین و رو به جلوست، ولی به مراتب کوچکتر و ظریفتر و روشنتر است. موهای بلند و سفید زیر گلو و سینه در آنها چنان که در قوچ اوریال دیده می شد وجود ندارد و به جای آن موهای کوتاه و سیاه دیده می شود که بسیار شبیه به قوچ اصفهان است. هرچه به منتها اله قسمت‌های جنوبی لارستان نزدیک‌تر می‌شویم، محیط گرم‌تر، خشک‌تر و جسه قوچ‌ها نیز کوچک‌تر می‌شود. شکی نیست که نوع تغذیه در کوچک بودن این قوچ‌ها بی تأثیر نیست، ولی آن چیزی که مهم است و باید در نظر گرفته بشود این است که کوچک بودن جثه این حیوان بیشتر حاصل تطابق و سازشی است که آنان طی قرون و اعصار مختلف با هوای گرم و خشک منطقه پیدا کردند. این سازش تأثیر مستقیم خود را بر پاره ای از اعضا و اندام قوچ لارستان به جا گذاشته که از جمله می توان به بزرگتر بودن گوش های حیوان نسبت به بدن و سایر اعضا و نازک بودن و کمرنگ تر شدن پوست بدن نسبت به سایر قوچ و میش های ایران اشاره کرد. با اینکه قوچ ها یکی از مهمترین و زیباترین عناصر طبیعت ایران هستند، ولی متاسفانه طی چند سال اخیر به شدت از جمعیت آنها کاسته شده است. برخلاف حال در گذشته های نشندان دور میشد آنها را در دست جات چند صد تایی مشاهده کرد و در بسیاری از مناطق کوهستانی و تپه ماهوری ایران یافت میشدند. نباید فراموش کنیم که هر جزی از طبیعت در واقع کلیدی است برای بقای آن و ما به عنوان موجوداتی بسیار قدرتمند مسئولیت مهمی در حفاظت از آن داریم. به هر چیزی جز این به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر بقای خود ما تأثیر گذار است.